مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم. جمهوری فتوا، جمهوری اسلامی، جمهوری اعدام و کارگزاران ترور. همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد. 25 بهمن ماه سال 67، چند ماه پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی، روح الله خمینی حکم ارتداد و کشتن سلمان رشدی را صادر کرد. خمینی نویسنده مسلمان انگلیسی را که 3 سال قبل ترجمه رمان بچه‌های نیمه شب او کتاب سال جمهوری اسلامی شده بود، به خاطر نوشتن رمان آیات شیطانی تکفیر کرد تا پیاده نظام او در خیابان‌های ایران و برخی کشورهای مسلمان علیه سلمان رشدی فریاد بزند. یک ماه بعد بنیاد 15 خرداد برای کشتن رشدی $1,000,000 جایزه اعلام کرد. بعدها ارزش این جایزه چند بار افزایش پیدا کرد و به $3,300,000 رسید. حکمی که با واکنش تند بریتانیا و کشورهای اروپایی روبرو شد. لندن روابط سیاسیش را با تهران به حداقل رساند. یک هفته بعد میرحسین موسوی نخست وزیر وقت ایران از حکم خمینی دفاع کرد و مدعی شد این فتوای قتل ربطی به آزادی بیان ندارد. موسوی وعده داد فتوای امام امت اجرا خواهد شد. امامی که او در تازه ترین نوشتارش او را جان بیدار خواند و حمله به رشدی نشان داد که میراث او برای قتل و جنایت واقعا همچنان بیدار است. همزمان عطاالله مهاجرانی معاون حقوقی و مجلس نخست وزیر ایران با انتشار کتابی از انتشار حکم قتل سلمان رشدی دفاع کرد. او البته سالهاست که در لندن زندگی می کند و همان پلیسی که مسئول محافظت از جان سلمان رشدی است طبق قانون از او هم محافظت می کند. این سیاستمدار پیشین اصلاح طلب پس از حمله جمعه به سلمان رشدی در یک رشته توییت از نو شدن نغمه کتاب خود و فتوای خمینی گفت و نوشت از محاکمه در لندن استقبال می کند. همان موقع علی خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران به یوگسلاوی سفر کرد و در مقابل خبرنگارانی که از او درباره حکم قتل سلمان رشدی پرسیدند از فتوای خمینی دفاع کرد. ممکنه که کسی به حق آزادی فکر و عقیده معتقد باشه و در این حال به عقیده 1,000,000,000 انسان اهانت کنه. یک سال بعد محمد خاتمی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میزگردی با حضور مهاجرانی مدعی شد کتاب‌های نظیر آیات شیطانی از نظر اسلام جرم و مجازات آن اعدام است. او مدعی شد حکم خمینی مورد قبول تمام مسلمانان است. کارگزاران نظام فتوای قتل او را هویت اسلام و جمهوری اسلامی معرفی می‌کردند. فتوا به ما مسلمان‌ها هویت بخشید. با مرگ خمینی، خامنه‌ای در نقش رهبر جدید نظام هم از فتوای جنجالی قتل رشدی دفاع کرد. حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است. هاشمی رفسنجانی هم بارها فتوای خمینی را غیر قابل تغییر اعلام کرد. در این بین قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزها همچنان دنبال می شد. با روی کار آمدن خاتمی در روزهایی که پایتخت‌های اروپایی در اعتراض به ترور مخالفان کرد در رستوران میکونوس آلمان سفرایشان را فرا خوانده بودند، تهران سعی کرد موضعی دوگانه درباره سلمان رشدی بگیرد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته که خاتمی در نیویورک به طرف انگلیسی گفته مسئله رشدی پایان یافته و فتوای خمینی مربوط به عصر جنگ تمدن‌ها بود، نه گفتگوی تمدن‌ها. بریتانیا خواستار تضمین کتبی شد، اما جمهوری اسلامی گفت فتوای خمینی را کسی نمیتواند پس بگیرد. کمال خرازی وزیر وقت خارجه قول شفاهی داد. دیدار خاتمی با شاهزاده چارلز حتی باعث شد سلمان رشدی هم باورش بشود که دوره فتوا به پایان رسیده. خیلی طول نکشید تا مشخص شود کارگزاران جمهوری اسلامی همچنان چاقویشان را برای قتل سلمان رشدی تیز کردند. ایران اسلامی اون فتوای انقلابی امام راحل عظیم الشان همچنان زنده است، غیر قابل تغییر است و به فضل خدا واجب الاتباع و تغییر ناپذیر. سال 91 بنیاد 15 خرداد $500,000 به جایزه قتل رشدی اضافه کرد. 21 مرداد 1401 حمله به سلمان رشدی در نیوجرسی کار این نویسنده 75 ساله را به بیمارستان کشاند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا
تا این لحظه واکنشی نشان ندادند. موسوی، خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب هم همچنان ترجیح دادند چیزی نگویند. اما روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای خوشحالیش را پنهان نکرد و به ضارب هزاران آفرین گفت و وعده قطع گردن سلمان رشدی را داد. هادی مطر، ضارب 24 ساله متولد آمریکاست. او در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و مطالبی در حمایت از خامنه‌ای، سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی و حزب الله لبنان منتشر کرده و یک گواهینامه جعلی با نام حسن مغنیه دارد. اسمی شبیه عماد مغنیه از فرماندهان ارشد پیشین حزب الله. اما هادی مطر اولین نفری نبود که قصد جان رشدی را کرد. تابستان سال 68 مصطفی مازه از اعضای حزب الله لبنان در هتل پندینگتون لندن تلاش کرد در یک بمبگذاری سلمان رشدی را بکشد. اما بمب بد موقع منفجر شد و خودش کشته شد. حالا رائفی پور از چهره‌های جنجالی اصولگرا در توییتی قابل تأمل یاد او را زنده کرده. مدیر مسئول روزنامه همشهری و از چهره‌های وابسته به سپاه پاسداران هم ضمن تمجید از اقدام هادی مطر مدعی شد که او به جمهوری اسلامی ارتباطی ندارد. مشاور هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام هم پا را فراتر گذاشت و توطئه قتل جان بولتون مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ و اقدام برای قتل سلمان رشدی را توطئه‌ای برای جلوگیری از احیای برجام خواند. توافقی که اتحادیه اروپا و آمریکا تحت رهبری جو بایدن هر نوع نرمشی نشان دادند تا جمهوری اسلامی راضی به احیایش شود. اما تجربه نشان داده حاکمان تهران در 14 دهه گذشته راه حل مشترکی برای تمام مسائل دارند. برای مذاکره، برای برهم زدن مذاکره، برای آشتی و برای ترتیب به جنگ، اعدام، ترور و گروگانگیری. مجتبی پور محسن، لندن.